نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد، عبرانیان. عبرانیان 1. خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد و پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. همانطور که مقام او از مقام فرشتگان بالاتر بود، نامی که به او داده شد از نام آنها برتر می باشد، زیرا خدا هرگز به هیچ یک از فرشتگان نگفته است که تو پسر من هستی، امروز پدر تو شدم، و یا من برای او پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود. و باز وقتی نخست‌زاده را به جهان می فرستد می فرماید همه فرشتگان خدا باید او را بپرستند. اما درباره فرشتگان می فرماید خدا فرشتگانش را به صورت باد و خادمانش را مثل شعله‌های آتش می گرداند. اما درباره پسر فرمود ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت می کنی. تو راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری. از این جهت خدا یعنی خدای تو را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایت تطهین کرده است. و نیز توی خداوند، در ابتدا زمین را آفریدی و آسمانها کار دستهای توست. آنها از میان خواهند رفت اما تو باقی خواهی ماند. همه آنها مثل لباس کهنه خواهند شد. تو آنها را مانند ردایی به هم خواهی پیچید. آری، چون آنها مثل هر لباسی تغییر خواهند کرد، اما تو همانی و سالهای تو پایانی نخواهد داشت. خدا به کدام یک از فرشتگان خود هرگز گفته است به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو گردانم؟ پس فرشتگان چه هستند؟ همه آنها ارواحی هستند که خدا را خدمت می کنند و فرستاده می شوند تا وارثان نجات را یاری نمایند. عبرانیان 2. به این سبب ما باید هرچه بیشتر به آن چه شنیده ایم توجه کنیم، مبادا از راه منحرف شویم. صحت کلامی که به وسیله فرشتگان بیان شد چنان به ثبوت رسید که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با کیفر مقتضی روبرو می شد. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند حقیقتش را برای ما تصدیق و تایید کردند. و در ضمن خدا با آیات و عجایب و انواع معجزات و عطایای روح القدس طبق اراده خود گواهی آنان را تصدیق فرمود. خدا فرشتگان را فرمان روایان جهان آینده، جهانی که موضوع سخن ماست، قرار نداد، بلکه در جایی از کتاب مقدس گفته شده است انسان چیز که او را به یاد آوری، یا بنی آدم که به او توجه نمایی. اندک زمانی او را از فرشتگان پس در گردانیدی، تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشتی و همه چیز را تحت فرمان او درآوردی. پس اگر خدا همه چیز را تحت فرمان انسان درآورده، معلوم است که دیگر چیزی باقی نمانده که در اختیار او نباشد. اما در حال حاضر ما هنوز نمی بینیم که همه چیز در اختیار انسان باشد، اما عیسی را می‌بینیم که اندک زمانی از فرشتگان پست‌تر گردیده و اکنون تاج جلال و افتخار بر سر دارد، زیرا او متحمل مرگ شد تا به وسیله فیض خدا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد.
شایسته بود که خدا آفریدگار و نگهدار همه چیز برای اینکه فرزندان بسیاری را به جلال برساند، عیسی را نیز که پدید آورنده نجات آنان است از راه درد و رنج به کمال رساند. آن کس که مردم را از گناهانشان پاک می گرداند و آنانی که پاک می شوند همگی یک پدر دارند و به این جهت عیسی آر ندارد که آدمیان را برادران خود بخواند، چنان که می فرماید نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد و در میان جماعت تو را حمد خواهم خواند، و نیز گفته است به او توکل خواهم نمود. باز هم می فرماید من با فرزندانی که خدا به من داده است در اینجا هستم. بنابراین چون این فرزندان انسانهایی دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیله مرگ خود ابلیس را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد، و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر برده اند آزاد سازد. البته او برای یاری فرشتگان نیامد، بلکه به خاطر فرزندان ابراهیم آمده است. پس کاملا لازم بود که او از هر لحاظ مانند برادران خود بشود تا به عنوان کاهن بزرگ آنان در امور الهی رحیم و وفادار باشد تا گناهان مردم را کفاره نماید. چون خود او وسوسه و رنج دیده است، قادر است آنانی را که با وسوسه ها روبرو هستند یاری فرماید. عبرانیان 3. بنابراین ای برادران من، ای مقدسینی که در دعوتی آسمانی شریک هستید، به عیسی که رسول و کاهن بزرگ ایمان ماست چشم بدوزید، تا بدانید چقدر به خدایی که او را برای انجام این کار برگزید وفادار بود، همانطور که موسی نیز در تمام خانه خدا وفادار بود. کسی که خانه ای بنا می کند بیش از خود خانه سزاوار احترام است. به همین نفع عیسی نیز بیش از موسی شایسته احترام است. هر خانه البته سازنده ای دارد، اما خدا سازنده همه چیز هاست. موسی در تمام خانه خدا مانند یک خادم با وفا خدمت می کرد تا درباره پیامی که بعدها می باید اعلام شود شهادت دهد، اما مسیح به عنوان فرزند و صاحب خانه وفادار است و ما آن خانه هستیم، به شرطی که آن اعتماد و اطمینانی را که امید به ما می بخشد تا به آخر محکم نگاه داریم، زیرا چنان که روح القدس می فرماید امروز اگر صدای خدا را بشنوید، مانند ایامی که در بیابان سرکشی می کردید تمرد نکنید. در آن زمان پدران شما در بیابان مرا آزمودند. آری، پدران شما با وجود آنکه آنچه در 40 سال کرده بودم دیدند، باز مرا امتحان کردند و آزمودند. به این سبب به آن قوم خشمگین شدم و گفتم افکار آنها منحرف است و هرگز راه‌های مرا نیاموختند، و در خشم خود سوگند یاد کردم که آنها به آرامش من نخواهند رسید. ای برادران من، مواظب باشید در میان شما کسی نباشد که قلبی آنقدر شریر و بی ایمان داشته باشد که از خدای زنده روی گردان شود. در عوض برای آن که هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و متمرد نشود، باید همیشه تا زمانی که کلمه امروز را به کار می بریم یکدیگر را تشویق نماییم. زیرا اگر ما اعتماد اولیه خود را تا به آخر نگاه داریم شریکان مسیح هستیم، یا چنان که کتاب مقدس می فرماید امروز اگر صدای او را بشنوید مانند ایامی که سرکشی کردید تمرد نکنید. چه کسانی صدای خدا را شنیدند و سرکشی کردند؟ آیا همان کسانی نبودند که با هدایت موسی از مصر بیرون آمدند؟ و خدا نسبت به چه کسانی مدت 40 سال خشمگین بود؟ آیا نسبت به همان کسانی نبود که گناه ورزیدند و در نتیجه اجسادشان در بیابان‌ها افتاد؟
و خدا برای چه کسانی سوگند یاد کرد که به آرامی او نایل نخواهند شد؟ مگر برای کسانی نبود که به هیچ وجه حاضر نشدند به او توکل نمایند؟ پس می‌بینیم که بی ایمانی مانع رسیدن آنها به آرامش موعود شد. عبرانیان 4. پس چون این وعده ورود به آرامش هنوز باقی است، ما باید بسیار مواظب باشیم، مبادا کسی در میان شما پیدا شود که این فرصت را از دست داده باشد. زیرا در واقع ما نیز مثل آنان مژده را شنیده ایم، اما این پیام برای آنان فایده ای نداشت، زیرا وقتی آن را شنیدند با ایمان به آن گوش ندادند. ما چون ایمان داریم به آرامش او دست می‌یابیم، گرچه کار خدا در موقع آفرینش جهان پایان یافت. او فرموده است: در خشم خود سوگند یاد کردم چون ها هرگز به آرامش من داخل نخواهند شد. زیرا کتاب مقدس در جایی درباره روز هفتم چنین میگوید: خدا در روز هفتم از کار خود آرامش گرفت. با وجود این خدا در آیه فوق میفرماید: هرگز به آرامش من نخواهند رسید. پس چون هنوز عده‌ای فرصت دارند به آن وارد شوند و همچنین چون آنانی که اول بشارت را شنیدند از روی نافرمانی و بی ایمانی به آن وارد نشدند، خدا روز دیگری یعنی امروز را تعیین می کند. زیرا پس از سالیان دراز به وسیله داوود سخن گفته و با کلماتی که پیش از این نقل شد می فرماید: امروز اگر صدای او را بشنوید تمرد نکنید. اگر یوشع به آنان آرامی می بخشید، بعدها خدا درباره روز دیگری چنین سخن نمی گفت. بنابراین استراحت دیگری مثل استراحت روز سبت در انتظار قوم خداست. زیرا هر کس به آرامش الهی وارد شود، مثل خود خدا از کار خیش دست می کشد. پس سخت بکوشیم تا به آرامی او برسیم، مبادا کسی از ما گرفتار همان نافرمانی و بی ایمانی که قبلا نمونه ای از آن را ذکر کردیم بشود. زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اغراض دل انسان را آشکار می سازد. در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر چشمان او برهنه و روباز است و همه ما باید حساب خود را به او پس بدهیم. پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم. زیرا کاهن بزرگ ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم. عبرانیان 5. هر کاهن بزرگ از میان مردم برگزیده می شود تا نماینده مردم در حضور خدا باشد. او به خاطر گناهان انسان هدایایی تقدیم خدا نموده و مراسم قربانی را انجام می دهد. چون خود او دچار ضعف‌های انسانی است، می تواند با جاهلان و خطاکاران همدردی کند، ولی به علت ضعف خود مجبور است نه تنها برای گناهان مردم، بلکه به خاطر گناهان خیش نیز قربانی بنماید. هیچ کس اختیار ندارد این افتخار را نصیب خود بسازد، بلکه فقط با دعوت خدا به این مقام می رسد، همانطور که هارون رسید. مسیح هم همینطور. او افتخار کاهن بزرگ شدن را برای خود اختیار نکرد، بلکه خدا به او فرمود: تو پسر من هستی، امروز پدر تو شدم. و نیز در جای دیگر می فرماید: تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکی صدق.
عیسی در زمان حیات خود بر روی زمین با ناله و عشق از درگاه خدایی که به رهایی او از مرگ قادر بود دعا کرد و حاجت خیش را خواست و به خاطر اینکه کاملا تسلیم بود دعایش مستجاب شد. اگرچه پسر خدا بود، اطاعت را از راه تحمل درد و رنج آموخت و وقتی به کمال رسید، سرچشمه نجات ابدی برای همه ایمانداران خود گردید و خدا لقب کاهن بزرگ، کاهنی به رتبه ملکیصدق را به او داد. درباره او مطالب زیادی برای گفتن داریم، ولی شرح آن برای شما که در فهم این چیزها کودن شده اید دشوار است. شما که تا این موقع میبایست معلم دیگران میشدید، هنوز احتیاج دارید که پیام خدا را از الفبا به شما تعلیم دهند. شما به جای غذای قوی به شیر احتیاج دارید. کسی که فقط شیر میخورد طفل است و در تشخیص حق از باطل تجربه ندارد. اما غذای قوی برای بزرگسالان و برای کسانی است که قوای ذهنی آنها با تمرین‌های طولانی پرورش یافته است تا بتوانند نیک و بد را از هم تشخیص بدهند. عبرانیان 6. پس دروس ابتدایی مسیحیت را پشت سر بگذاریم و به سوی بلوغ پیش برویم. ما نباید همان مقدمات اولیه مانند توبه از اعمال بیهوده، ایمان به خدا، تعلیم درباره تعمیدهای مختلف و دستگذاری و قیامت مردگان و کیفر ابدی را تکرار کنیم. آری، به امید خدا جلو خواهیم رفت. زیرا آنانی که از نور الهی منور شدند و طعم عطیه آسمانی را چشیدند و در روح القدس نصیبی دارند و نیکویی کلام خدا را در وجود خود درک کردند و نیروهای جهان آینده را احساس نمودند، اگر بعد از این همه برکات باز از ایمان دور شوند، محال است که بار دیگر آنان را به توبه کشانید. زیرا با دستهای خود پسر خدا را بار دیگر به صلیب میخکوب میکنند و او را در برابر همه رسوا میسازند. اگر زمین بارانی را که بر آن میبارد جذب کند و محصول مفیدی برای کارندگان خود به بار آورد، از طرف خدا برکت مییابد. اما اگر آن زمین خار و خس و علفهای هرزه به بار آورد، زمینی بیفایده است و احتمال دارد مورد لعنت خدا قرار گیرد و در آخر محکوم به سوختن خواهد شد. اما ای عزیزان، در مورد شما اطمینان داریم که حال و وضع بهتری دارید و این نشانه نجات شماست. خدا با انصاف است و همه کارهایی را که شما کرده اید و محبتی را که به نام او نشان داده اید فراموش نخواهد کرد. مقصود من آن کمکی است که به برادران مسیحی خود کرده اید و هنوز هم می کنید. اما آرزو می کنیم که همه شما همان اشتیاق شدید را نشان دهید تا سرانجام امید شما از قوه به فعل درآید. ما نمی خواهیم که شما تنبل باشید، بلکه می خواهیم از آنانی که به وسیله ایمان و صبر وارث وعده ها می شوند پیروی کنید. وقتی خدا به ابراهیم وعده داد، به نام خود سوگند یاد کرد، زیرا کسی بزرگتر نبود که به نام او سوگند یاد کند. وعده خدا این بود: سوگند می‌خورم که تو را به فراوانی برکت دهم و فرزندان تو را کثیر گردانم. پس از آن که ابراهیم با صبر زیاد انتظار کشید، وعده خدا برای او به انجام رسید. در میان آدمیان مرسوم است که به چیزی بزرگتر از خود سوگند بخورند و آنچه مباحثات را خاتمه می دهد معمولاً یک سوگند است. همچنین خدا وقتی می خواست صریح‌تر و واضح‌تر به وارثان وعده نشان دهد که مقاصد او غیر قابل تغییر است، آن را با سوگند تایید فرمود. پس در اینجا دو امر غیر قابل تغییر، یعنی وعده و سوگند خدا وجود دارد که محال از خدا در آنها دروغ بگوید. پس ما که به او پناه برده ایم، با دلگرمی بسیار به امیدی که او در برابر ما قرار داده است متوسل می شویم. آن امیدی که ما داریم مثل لنگری برای جانهای ماست.
آن امیدی قوی و مطمئن است که از پرده معبد گذشته و به قدس الاقداس وارد می شود، جایی که عیسی از جانب ما و قبل از ما وارد شده و در رتبه کهانت ملکی صدق تا به ابد کاهن بزرگ شده است. عبرانیان 7. این ملکی صدق پادشاه سالیم و کاهن خدای متعال بود. وقتی ابراهیم بعد از شکست دادن پادشاهان مراجعت می کرد، ملکی صدق با او روبرو شد و او را برکت داد و ابراهیم دهیه که هر چیزی را که داشت به او داد. نام او در مقام اول به معنای پادشاه نیکویی و بعد پادشاه سالیم، یعنی پادشاه صلح و سلامتی است. از پدر و مادر و دودمان و نسب یا تولد و مرگ او نوشته‌ای در دست نیست. او نمونه ای از پسر خدا و کاهنی برای تمام اعصار است. ملکی صدق چه شخص مهمی بود که حتی پدر ما ابراهیم دهیه که غنایم خود را به او داد. درست است که شریعت به فرزندان لاوی که به مقام کاهنی میرسند فرمان میدهد که از مردم، یعنی از برادران خود، دهیه بگیرند، اگرچه همه آنان فرزندان ابراهیم هستند. اما ملکی صدق با وجود اینکه از نسل آنها نیست، از ابراهیم دهیه گرفته است و برکات خود را به کسی داد که خدا به او وعده های زیادی داده بود. و هیچ شکی نیست که برکت دهنده از برکت گیرنده بزرگتر است. از یک طرف کاهنان که انسانهای فانی هستند دهیه میگیرند و از طرف دیگر ملکی صدق، آن کسی که کتاب مقدس زنده بودنش را تایید میکند، دهیه میگرفت. بنابراین ما میتوانیم بگوییم که وقتی ابراهیم دهیه داد، لاوی نیست که گیرنده دهیه بود، به وسیله شخص ابراهیم به ملکی صدقی دهیک داده است. وقتی ملکی صدق با ابراهیم ملاقات کرد، لاوی در صلب او بود. حال اگر کمال به وسیله کاهنان رتبه لاوی میسر می شد، فراموش نشود که در دوران این کاهنان شریعت به مردم داده شد. چه نیازی بود به ظهور کاهن دیگری به رتبه ملکی صدق و نه به رتبه هارون؟ هر تغییری در رشته کاهنان مستلزم تغییر شریعت است. کسی که این چیزها درباره‌اش گفته شده است از فرزندان لاوی نبود، بلکه عضو طایفه‌ای بود که هیچ کس هرگز از آن طایفه پیش قربانگاه خدمت نکرده بود. مسلم است که خداوند ما از طایفه یهودا است، طایفه‌ای که موسی وقتی درباره کاهنان صحبت می‌کرد هیچ اشاره‌ای به آن نکرده است. این موضوع باز هم روشن‌تر می‌شود اگر به خاطر داشته باشیم آن کاهن دیگری که ظهور می‌کند کسی مانند ملکی صدق است. او به وسیله قدرت یک حیات بی‌زوال به کهانت رسید و نه بر اساس تورات، زیرا کلام خدا درباره او چنین شهادت می‌دهد: تو تا به ابد کاهن هستی، کاهنی به رتبه ملکی صدق. پس قانون اولیه به این علت که بی اثر و بی فایده بود لغو گردید، زیرا شریعت موسی هیچ کس یا چیزی را به کمال نمی رسانید، ولی یک امید بهتری جای آن را گرفته است و این همان امیدی است که ما را به حضور خدا می آورد. به علاوه ملکی صدق با یاد کردن سوگند کاهن گردید، در صورتی که لاویان بدون هیچ سوگندی کاهن شدند. ولی مأموریت عیسی با سوگند تایید شد وقتی خدا به او فرمود: تو تا به ابد کاهن هستی. خداوند این را با سوگند یاد کرده و به هیچ وجه قول او عوض نخواهد شد. پس پیمانی که عیسی ضامن آن است چقدر باید بهتر باشد؟ تفاوت دیگر آن این است که کاهنان سلسله لاوی بسیار زیاد بودند، زیرا مرگ آنان را از ادامه خدمت باز می داشت. اما عیسی همیشه کاهن است و جانشینی ندارد، زیرا او تا به ابد زنده است و به این سبب او قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند کاملا و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می کند.
در حقیقت این همان کاهنی است که ما به او نیاز داریم. کاهنی پاک، بی‌غرض، بی‌آلایش، دور از گناهکاران که به مقامی بالاتر از تمام آسمان‌ها سرفراز گردید. او هیچ نیازی ندارد که مثل کاهنان بزرگ دیگر اول برای گناهان خود و سپس برای گناهان مردم همه روز قربانی کند، زیرا او خود را تنها یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم نمود. شریعت کاهنان بزرگ را از میان آدمهای ضعیف و ناقص برمی‌گزیند، اما خدا بعد از شریعت با بیان سوگند خیش پسری را برگزید که برای همیشه کامل است. عبرانیان 8. خلاصه آنچه تا به حال گفته ایم این است که ما چنین کاهنی داریم که در عالم بالا در دست راست تخت خدای قادر مطلق نشسته است و به عنوان کاهن بزرگ در عبادتگاه و در آن خیمه حقیقی که به دست خداوند برپا شده است، نه به دست انسان خدمت می کند. همچنین هر کاهن بزرگ مأمور است هدایایی تقدیم نموده مراسم قربانی را انجام دهد. بنابراین کاهن ما نیز باید چیزی برای تقدیم کردن داشته باشد. اگر عیسی هنوز بر روی زمین بود، به عنوان یک کاهن خدمت نمی کرد، زیرا کاهنان دیگری هستند که هدایایی را که شریعت مقرر کرده است تقدیم کنند. اما خدمتی که این کاهنان می کنند فقط نمونه و سایه ای از آن خدمت آسمانی و واقعی است. وقتی موسی می خواست خیمه مقدس را بسازد، خدا با تأکید به او دستور داده گفت: دقت کن که هر چیزی را بر طبق نمونه ای که بر فراز کوه به تو نشان داده شد بسازی. اما در حقیقت خدمتی که به عیسی عطا شد از خدمت لاویان به مراتب بهتر است، همانطور که پیمانی که او میان خدا و انسان ایجاد کرده بهتر است، زیرا این پیمان بر وعده های بهتری استوار است. اگر آن پیمان اولیه بدون نقص می بود، هیچ نیازی نبود که پیمان دیگری جای آن را بگیرد. اما خداوند از قوم خود ایراد گرفته می فرماید: ایامی خواهد آمد که من پیمان تازه‌ای با خاندان اسرائیل و با خاندان یهودا ببندم. خداوند می گوید: این پیمان تازه مانند آن پیمانی نخواهد بود که با اجداد ایشان بستم در روزی که دست آنها را گرفته به بیرون از مصر هدایتشان نمودم، زیرا آنها طبق آن پیمان عمل نکردند. و خداوند می فرماید: پس من هم از آنان روگردان شدم. خداوند می فرماید: این است پیمانی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست، قوانین خود را در افکار آنان خواهم گذاشت و آن را بر دلهایشان خواهم نوشت. من خدای آنان و آنان قوم من خواهند بود و دیگر احتیاجی نیست که آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به برادر خود بگویند خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت. در مقابل خطایای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد. خدا وقتی درباره پیمان تازه سخن میگوید، پیمان اولی را منسوخ می شمارد و هرچه کهنه و فرسوده شود به زودی از بین خواهد رفت. عبرانیان 9. پیمان اول شامل آداب و رسوم مذهبی و عبادتگاه زمینی بود، خیمه‌ای که از دو قسمت تشکیل شده بود. در قسمت بیرونی آن، یعنی در قدس، چراغ پایه و سفره و نانی که به خدا تقدیم شده بود قرار داشت و در پشت پرده دوم اتاقی بود که قدس الاقداس نام داشت. آتشدان زرین که برای سوزانیدن بخور به کار می رفت و صندوقچه پیمان که تماما از طلا پوشیده بود در آنجا بود. آن صندوقچه محتوی ظرف زرینی با نان منه بود و چوب دستی شکوفه کرده هارون و دو لوح که بر آن کلمات پیمان نوشته شده بود قرار داشت. در بالای این صندوقچه کروبیان پرجلال خدا بر تخت رحمت سایه گسترده بودند. اکنون فرصت آن نیست که هر چیزی را به تفصیل شرح دهیم. پس از این که همه این چیزها آماده شد،
کاهنان هر روز به قسمت بیرونی آن داخل می شوند تا وظایف خود را انجام دهند. اما فقط کاهن بزرگ می تواند به قدس الاقداس برود و آن هم سالی یک بار، و با خودش خون می برد تا به خاطر خود و به خاطر گناهانی که مردم از روی نادانی کرده اند آن را تقدیم نماید. روح القدس به این وسیله به ما می آموزد که تا وقتی خیمه بیرونی هنوز برپاست، راه قدس الاقداس به سوی ما باز نشده است. این امر به زمان حاضر اشاره می کند و نشان می دهد که هدایا و قربانی هایی که به پیشگاه خداوند تقدیم می شد نمی توانست به عبادت کننده آسودگی خاطر ببخشد. اینها فقط خوردنی ها و نوشیدنی ها و راه های گوناگون تطهیر و قوانین مربوط به بدن انسان می باشند و تا زمانی که خدا همه چیز را اصلاح کند دارای اعتبار هستند. اما وقتی مسیح به عنوان کاهن بزرگ و آورنده برکات سماوی آینده ظهور کرد، به خیمه بزرگتر و کاملتر که به دستهای انسان ساخته نشده و به این جهان مخلوق تعلق ندارد وارد شد. وقتی عیسی یک بار و برای همیشه وارد قدس الاقداس شد، خون بزها و گوساله ها را با خود نبرد، بلکه با خون خود به آنجا رفت و نجات جاویدان را برای ما فراهم ساخت. زیرا اگر خون بزها و گاوان نر و پاشیدن خاکستر گوساله ماده می تواند آنانی را که جسمن ناپاک یا نجس بودند پاک سازد، خون مسیح چقدر بیشتر انسان را پاک می گرداند. او خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به وسیله روح جاودانی به خدا تقدیم کرد. خون او وجدان ما را از اعمال بیهوده پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت کنیم. به این جهت او واسطه یک پیمان تازه است تا کسانی که از طرف خدا خوانده شدند برکات جاودانی را که خدا وعده فرموده است دریافت کنند. این کار عملی است، زیرا مرگ او وسیله آزادی و آمرزش از خطایایی است که مردم در زمان پیمان اول مرتکب شده بودند. برای اینکه یک وصیت نامه اعتبار داشته باشد، باید ثابت شود که وصیت کننده مرده است، زیرا وصیت نامه بعد از مرگ معتبر است و تا زمانی که وصیت کننده زنده است اعتباری ندارد. و به این علت است که پیمان اول بدون ریختن خون نتوانست اعتبار داشته باشد، زیرا وقتی موسی همه فرمانهای شریعت را به مردم رسانید، خون بز و گوساله را گرفته با آب و پشم قرمز و زوفا بر خود کتاب و بر همه مردم پاشید و گفت: این خون پیمانی را که خدا برای شما مقرر فرموده است تأیید می کند. به همان طریق او همچنین بر خیمه و بر تمام ظروفی که برای خدمت خدا به کار می رفت خون پاشید و در واقع بر طبق شریعت تقریبا همه چیز با خون پاک می شود و بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. پس اگر این چیزها که نمونه هایی از حقایق آسمانی هستند باید به این طرز پاک شوند، مسلم است که واقعیات آسمانی احتیاج به قربانی های بهتری دارند. زیرا مسیح به آن عبادتگاهی که ساخته دست های انسان و فقط نشانه ای از آن عبادتگاه واقعی باشد وارد نشده است، بلکه او به خود آسمان وارد گردید تا در حال حاضر از جانب ما در پیشگاه خدا حضور داشته باشد. کاهن بزرگ هر سال به قدس الاقداس وارد می شود و خون تقدیم می کند، ولی نه خون خودش را. اما عیسی برای تقدیم خود به عنوان قربانی فقط یک بار به آنجا وارد شد. اگر چنان می شد، او می بایست از زمان خلقت عالم تا به امروز بارها متحمل مرگ شده باشد، ولی چنین نشد، زیرا او فقط یک بار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی گناه را از بین ببرد. همانطور که همه باید یک بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند، مسیح نیز یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای کفاره گناهان نخواهد آمد،
بلکه برای نجات آنانی که چشم به راه او هستند می آید. عبرانیان 10. شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر می داد. مثلا سال به سال طبق شریعت همان قربانی ها را تقدیم می کردند و با وجود این عبادت کنندگان نتوانستند به کمال برسند. اگر این عبادت کنندگان فقط یک بار از گناهان خود پاک می شدند، دیگر خود را گناهکار نمی دانستند و تمام این قربانی ها موقوف می شد. اما در عوض این قربانی ها همه ساله گناهان آنها را به یادشان می آورد، زیرا خون گاف ها و بز ها هرگز نمی تواند گناهان را برطرف نماید. به این جهت وقتی مسیح می خواست به جهان بیاید فرمود: تو خواهان قربانی و هدیه نبودی، اما برای من بدنی فراهم کردی. از قربانی های سوختنی و قربانی های گناه خوشنود نبودی. آنگاه گفتم: ای خدا، من حاضرم، و چنان که در کتاب مقدس آمده است، من آمدم تا اراده تو را به جا آورم. او اول می گوید خواهان قربانی و هدیه و قربانی های سوختنی و قربانی های گناه نبودی و از آنها خوشنود نمی شدی، با وجود اینکه اینها بر طبق شریعت تقدیم می شوند. آنگاه می گوید من آمدم تا اراده تو را به جا آورم. به این ترتیب خدا قربانی های پیشین را منسوخ نموده و قربانی مسیح را به جای آنها برقرار ساخته است. پس وقتی عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشتیم. هر کاهنی همه روزه پیش قربانگاه می ایستد و خدمت خود را انجام می دهد و یک نوع قربانی را مکررن تقدیم می کند، قربانی که هرگز قادر به برطرف ساختن گناه نیست. اما مسیح برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود و بعد از آن در دست راست خدا نشست و در آنجا منتظر است تا دشمنانش پاینداز او گردند. پس او با یک قربانی افرادی را که خدا تقدیس می کند برای همیشه کامل ساخته است. در اینجا ما گواهی روح القدس را نیز داریم. او قبل از همه می گوید این است پیمانی که پس از آن ایام با آنان خواهم بست. خداوند می فرماید احکام خیش را در دلهای آنان می گذارم و آنها را بر افکارشان خواهم نوشت. و بعد از آن می فرماید من هرگز گناهان و خطایای آنان را به یاد نخواهم آورد. پس وقتی این گناهان آمرزیده شدند، دیگر نیازی به قربانی گناه نیست. پس ای برادران، به وسیله خون عیسی مسیح ما اجازه یافتیم که با شهامت از راه تازه و زنده‌ای که مسیح از میان پرده به روی ما باز کرده است، یعنی به وسیله بدن خود به قدس الاقداس وارد شویم. چون ما کاهن بزرگی داریم که بر خاندان خدا گمارده شده است. از صمیم قلب و از روی ایمان کامل دلهای خود را از اندیشه های گناه آلود پاک ساخته و بدنهای من را با آب خالص بشوییم و به حضور خدا بیاییم. امیدی را که به آن معترفیم محکم نگه داریم، زیرا او که به ما وعده داده است به وعده های خود وفا می کند. برای پیشی جستن در محبت و اعمال نیکو یکدیگر را تشویق کنیم. از جمع شدن با برادران در مجالس کلیسایی غفلت نکنیم، چنان که بعضی ها به این عادت کردند، بلکه باید یکدیگر را بیشتر تشویق نماییم، مخصوصا در این ایام که روز خداوند نزدیک می شود. زیرا اگر ما پس از شناخت کامل حقیقت عمدن به گناه خود ادامه دهیم، دیگر هیچ قربانی برای گناهان ما باقی نمی ماند، بلکه فقط دورنمای وحشتناک روز داوری و خشم مهلک الهی که دشمنان خدا را می سوزاند در انتظار ماست. اگر کسی به شریعت موسی بی‌اعتنایی می کرد، بدون ترحم به گواهی دو یا سه شاهد کشته می شد. پس اگر کسی پسر خدا را تحقیر نموده و خونی را که پیمان بین خدا و انسان را اعتبار بخشیده
و او را از گناهانش پاک ساخته است ناچیز شمارد و به روح پرفیض خدا اهانت نماید، با چه کیفر شدیدتری روبرو خواهد شد؟ زیرا ما می دانیم آن که گفت: انتقام از آن من است، من تلافی خواهم کرد و خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود. کیست؟ چه هولناک و مخوف است افتادن در دستهای خدای زنده. شما باید ایام گذشته را به یاد آورید، وقتی تازه به نور الهی منور شدید و متحمل رنجهای عظیم گشتید و استوار ماندید. شما بارها در معرض اهانت و بدرفتاری قرار گرفتید و گاهی با کسانی که چنین بدیها را می دیدن شریک و سهیم بودید. شما با زندانیان همدرد بودید و وقتی اموال شما را به زور می گرفتن با خوشرویی آن را قبول می کردید، چون می دانستید که صاحب چیزی هستید که به مراتب بهتر بوده و تا به ابد باقی می ماند. بنابراین اعتماد خود را از دست ندهید، زیرا پاداش بزرگی به همراه خواهد داشت. شما به صبر بیشتری احتیاج دارید تا اراده خدا را انجام داده برکات موعود را به دست آورید، چنانکه کتاب مقدس می گوید: دیگر طولی نخواهد کشید و اون که قرار است بیاید خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد. مرد نیکو به وسیله ایمان زیست خواهد کرد، اما اگر کسی از من رو گردان شود از او خوشنود نخواهم بود. ولی ما جز آنان نیستیم که رو گردان شده و هلاک می شوند. ما ایمان داریم و این ایمان منجر به نجات جانهای ما خواهد شد. عبرانیان 11. ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. از راه ایمان بود که مردم در ایام گذشته مقبول خدا شدند. از راه ایمان ما پی می‌بریم که کائنات چگونه با کلام خدا خلقت یافت، به طوری که آنچه دیدنی است از آنچه نادیدنی است به وجود آمد. و ایمان باعث شد که قربانی حابیل بیشتر از قربانی قائن مقبول خدا گردد و او با آن ایمان در حضور خدا کاملا نیک محسوب شد، زیرا خدا هدایای او را قبول فرمود و اگرچه او مرده است ولی هنوز به وسیله ایمان خود با ما سخن میگوید. از راه ایمان خنوخ بدون چشیدن طعم مرگ به حیات دیگر انتقال یافت. اثری از او یافت نشد، زیرا خدا او را برده بود، چون پیش از آن که به حیات دیگر انتقال یابد کلام خدا درباره او شهادت داده گفته بود که او خدا را خوشنود کرده است. و بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد، زیرا هر کس به سوی خدا می آید باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد. وقتی نوح اختارهای خدا را درباره امور آینده که او هنوز نتوانسته بود ببیند شنید، از روی ایمان از خدا اطاعت کرد و برای نجات خانواده خیش کشتی ساخت. به این وسیله جهان را محکوم ساخت و نیکی مطلق را که از راه ایمان حاصل می شود به دست آورد. ایمان باعث شد که وقتی ابراهیم دستور خدا را دایر بر این که او باید به سرزمینی برود که قرار بود بعدها مالک آن بشود شنید، اطاعت کرد و بدون آن که بداند کجا می رود حرکت کرد. او از روی ایمان مثل یک بیگانه در سرزمینی که خدا به او وعده داده بود سرگردان شد و با اسحاق و یعقوب که در آن وعده با او شریک بودند در چادر زندگی کرد. ابراهیم چنین کرد چون در انتظار شهری بود با بنیاد استوار که معمار و سازندهش خداست. از روی ایمان ساره با وجود اینکه از سن باروری گذشته بود قدرت تولید نسل یافت، زیرا مطمئن بود که خدا به قول خود وفا می کند و به این سبب از یک مرد، آن هم مردی تقریبا مرده، نسل‌های بیشمار مثل ستارگان آسمان و یاشنهای ساحل دریا پدید آمد. تمامی این اشخاص در ایمان مردند بدون اینکه صاحب برکات موعود شوند، اما انجام وعده‌ها را از دور دیده و با شادی در انتظار آنها بودند و به این حقیقت شهادت دادند که در این جهان غریب و بیگانه‌اند. آنها که خود را غریب و بیگانه می دانند صریحا نشان می دهند که هنوز به دنبال وطنی برای خود می گردند. اگر آنها هنوز برای زمینی که ترک کرده بودند دلتنگ می بودند، فرصت کافی داشتند که به آنجا مراجعت کنند. اما در عوض می بینیم که آنها مشتاق مملکتی بهتر، یعنی مملکتی آسمانی هستند.
به این جهت خدا آر ندارد که خدای آنان خوانده شود، زیرا شهری برای آنان آماده کرده است. از روی ایمان ابراهیم در وقت آزمایش اسحاق را به عنوان قربانی به خدا تقدیم نمود. آری، این مرد که وعده‌های خدا را پذیرفته بود، حاضر شد یگان فرزند خود را به خدا تقدیم نماید، با اینکه خدا به او گفته بود نسل او از اسحاق خواهد بود. ابراهیم خاطر جمع بود که خدا قادر است اسحاق را حتی پس از مرگ زنده گرداند. به عبارت دیگر او را به صورت نمونه‌ای از مردگان باز یافت. ایمان باعث شد که اسحاق یعقوب و عیسو را برکت دهد و از امور آینده سخن گوید. ایمان باعث شد که یعقوب وقتی مشرف به موت بود هر دو فرزند یوسف را برکت دهد و در حالی که بر عصای خود تکیه زده بود خدا را عبادت نماید. از راه ایمان یوسف در پایان عمر خیش درباره رفتن اسرائیل از مصر سخن گفت و به آنان دستور داد با استخوان‌های او چه کنند. وقتی موسی متولد شد و والدینش دیدند که او کودک زیبایی بود، آنها از روی ایمان او را مدت 3 ماه در منزل پنهان کردند و از نافرمانی از دستور پادشاه نترسیدند. ایمان باعث شد که موسی وقتی به سن بلوغ رسید از مقام و لقب پسر دختر فرعون بودن صرف نظر نموده آن را رد کند و تحمل سختی ها با قوم خدا را به لذت های زودگذر گناه ترجیح دهد. ننگ و خاری به خاطر مسیح را ثروتی عظیم‌تر از گنج‌های مصر دانست، زیرا او به پاداش عالم آینده چشم دوخته بود. ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک کند و از خشم شاه نهراسد، زیرا او مانند کسی که خدای نادیده را همیشه در جلوی چشمان خود می‌بیند ثابت قدم بود. به وسیله ایمان موسی فصح را برقرار نمود و خون را پاشید تا فرشته مرگ نخست‌زادگان اسرائیل را نکشد. از راه ایمان بود که قوم اسرائیل از دریای سرخ عبور کرد، چنان که گویی از زمین خشک می گذرد. اما وقتی مصریان سعی کردند از آن بگذرند غرق شدند. ایمان باعث شد که دیوارهای شهر اریها پس از آن که قوم اسرائیل 7 روز دور آن رژه رفتند فرو ریزد. ایمان باعث شد که راهاب فاحشه برخلاف افراد سرکشی که کشته شدند جان سالم به در برد، زیرا او از جاسوسان با صلح و سلامتی استقبال نمود. دیگر چه بگویم؟ وقت کافی ندارم که داستانهای جدعون، باراق، سامسون، یفتاه، داوود و سموئیل و پیامبران را نقد کنم. از راه ایمان آنها سلطنتها را برانداختند و عدل و داد را برقرار ساختند و آنچه را که خدا به آنها وعده داده بود به دست آوردند. آنها دهان شیران را بستند، آتش سوزان را خاموش کردند، از دم شمشیر رهایی یافتند، در عین ضعف و ناتوانی قدرت یافتند، در جنگ شجاع گشتند و لشکریان دشمن را تارمار نمودند. زنان مردگان خود را زنده یافتند، دیگران تا سرحد مرگ شکنجه دیدند و آزادی را نپذیرفتند تا سرانجام به حیاتی بهتر نائل شوند. دیگران با سختی‌های بسیار مانند استهزاها، تازیانه ها و حتی زنجیر و حبس آزموده شدند، سنگسار گردیدند و با اره 2 پاره گشتند و با شمشیر کشته شدند. آنها ملبس به پوست گوسفند و بز، آواره و سرگردان بودند و متحمل فقر و تنگ دستی و ظلم و جور می شدند. جهان لیاقت آنها را نداشت. آنها در بیابانها و کوهستانها آواره بودند و در غارها و سوراخهای زمین پنهان می شدند. با اینکه آنها همه به خاطر ایمانشان مشهور شدند، ولی وعده های خدا برای هیچ یک از آنها کاملا انجام نیافته بود، زیرا خدا برای ما نقشه بهتری داشت و آن این که آنها بدون ما به کمال نرسند. عبرانیان 12. پس اکنون که گرداگرد ما چنین شاهدان امین بیشماری قرار گرفتند، ما باید از هر قید و بندی و هر گناهی که دست و پای ما را بسته است آزاد شویم و با پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم و به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می‌گرداند چشم بدوزیم، چون او به خاطر شادی که در انتظارش بود متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است. به آنچه او متحمل شد
و به ضدیت و مخالفتی که او از طرف گناهکاران دید بیندیشید و مایوس و دلسرد نشوید. هنوز لازم نشده است که شما در تلاش خود بر ضد گناه خون خود را بریزید. آیا این قسمت امید بخش از کتاب خدا که شما را فرزندان خطاب می کند از یاد برده اید؟ ای فرزند من، تأدیب خداوند را ناچیز نشما و وقتی او تو را ملامت می کند ناامید نشو، زیرا خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می کند و هر که را به فرزندی می پذیرد تنبیه می نماید. شما باید متعمل این سختی ها بشوید، زیرا این نشان می دهد که خدا با شما مانند فرزندان خود رفتار می کند. آیا هرگز فرزندی بوده است که به دست پدر خیش تأدیب نشده باشد؟ پس اگر شما مانند سایر پسران او تأدیب نشوید، معلوم است که حرامزاده هستید و نه پسران حقیقی. نسبت به پدران جسمانی ما که ما را تأدیب نمودند، احترام لازم را نشان داده ایم. پس چقدر بیشتر ما باید مطیع پدر روحانی خود باشیم و زنده بمانیم. پدران جسمانی برای زمانی کوتاه بر طبق صلاح دید خیش ما را تأدیب کردند، اما خدا به خاطر خیریت ما چنان می کند تا مثل او پاک شویم. زمانی که تنبیه می شویم نه تنها برای ما خوشایند نیست بلکه دردناک است، اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تأدیب شدند از ثمرات آرامش یک زندگی پاک بهره‌مند می شوند. به دستها و پاهای سست و لرزان خود نیرو بخشید. در راه راست گام بردارید تا نه تنها اعضای بیمار و معیوب شما از مفاصل خود جدا نشوند، بلکه نیروی اولیه خود را باز یابند. بکوشید تا با همه مردم با صلح و سازش رفتار کنید و زندگی شما پاک و منزه باشد، زیرا بدون آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید. از یکدیگر توجه کنید، مبادا کسی در میان شما از فیض خدا دور شود. مواظب باشید که کسی در میان شما مثل گیاهی تلخ و زهرآگین رشد نکند و موجب ناراحتی بسیاری نگردد و مانند عیسی فاسد الاخلاق و کافر نباشد. او حق نخست‌زادگی خود را به یک وعده غذا فروخت و شما می دانید که اگرچه او بعداً می خواست آن برکت را باز به دست آورد، ولی پذیرفته نشد، زیرا راهی برای بازگشت نداشت اگرچه او با ریختن اشک در پی آن بود. شما پیش آتش محسوس و مشتعل کوه سینا نیامده اید و در برابر تاریکی و تیرگی و گردباد و صدای شیپور و صداهایی که شنوندگان آرزو داشتند دیگر آنها را نشنوند قرار نگرفته اید، زیرا آنها نتوانستند فرمان خدا را که می‌فرماید حتی اگر حیوانی به کوه نزدیک شود باید سنگسار گردد بپذیرند. آن منظره چنان ترسناک بود که خود موسی گفت می ترسم و می لرزم. اما شما در مقابل کوه صهیون و شهر خدای زنده یعنی اورشلیم آسمانی ایستاده اید و در برابر فرشتگان بیشمار و مجلس جشن و اجتماع نخست‌زادگانی که اسامی آنان در عالم بالا ثبت شده است و در برابر خدا داور همه و ارواح نیکان قرار گرفته اید و پیش عیسی واسطه پیمان تازه که خون ریخته او حاکی از پیامی بهتر از خون آبیل است آمده اید. مراقب باشید که از شنیدن صدای او که سخن میگوید رو نگردانید. آنها که از شنیدن سخنان کسی که در روی زمین سخن میگفت سرباز زدند به کیفر خود رسیدند. پس ما اگر از گوش دادن به آن کسی که از آسمان سخن میگوید رو گردانیم، دچار چه کیفر شدیدتری خواهیم شد. در آن زمان صدای او زمین را لرزانید، اما اکنون قول داده است که یک بار دیگر نه تنها زمین بلکه آسمان ها را نیز خواهد لرزانید. این کلمات یعنی یک بار دیگر نشان می دهد مخلوقاتی که تزلزل پذیرند از بین خواهند رفت و آنچه ثابت است باقی خواهد ماند. خدا را برای آن پادشاهی تزلزل ناپذیری که او به ما می دهد سپاس گوییم و او را آنطور که مقبول اوست عبادت نماییم، یعنی با خوف و احترام، زیرا خدای ما در واقع آتشی است که می سوزاند. عبرانیان 13. چنان که شایسته برادران در مسیح است یکدیگر را دوست بدارید. همیشه مهمان نواز باشید
زیرا بعضی ها با چنین کاری بیان که خود بدانند از فرشتگان پذیرایی کردند. زندانیان را چنان که گویی با ایشان هم زندان هستید به خاطر داشته باشید و ستم دیدگان را فراموش نکنید، چون شما هم مانند آنها ستم دیده اید. همه باید ازدواج را محترم بشمارند و پیوند زناشویی را از آلودگی دور نگه دارند، زیرا خدا زناکاران را خواه مجرد خواه متأهل به کیفر خواهد رسانید. نگذارید عشق به پول حاکم زندگی شما باشد، بلکه به آنچه دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده است: من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. پس ما می توانیم با اطمینان بگوییم خدا مددکار من است، من نخواهم ترسید، انسان چه می تواند به من بکند؟ رهبران خود را که پیام خدا را به شما رسانیدند فراموش نکنید. درباره عاقبت کار و زندگی آنها بیاندیشید و از ایمان آنان پیروی کنید. عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود. نگذارید تعالیم عجیب و گوناگون شما را از راه راست منحرف سازد. روح انسان با فیض خدا تقویت می شود، نه با قواعد مربوط به غذاها، زیرا کسانی که از این قواعد پیروی کردند سودی نبردند. ما مسیحیان قربانگاهی داریم که کاهنان خیمه مقدس حق خوردن از قربانی آن را ندارند. کاهن بزرگ خون حیوانات را به عنوان قربانی گناه به قربانگاه می برد، ولی اجساد این حیوانات در خارج از اردوگاه سوخته می شد. به این جهت عیسی نیز در خارج از دروازه شهر رنج دید تا مردم را با خون خود از گناهانشان پاک سازد. پس بیایید تا به خارج از اردوگاه پیش او برویم و در ننگ و خاری او شریک شویم، زیرا برای ما در این جهان هیچ شهری ابدی نیست و به این جهت ما جویای شهری هستیم که به زودی ظاهر می شود. پیوسته خدا را به وسیله عیسی حمد گوییم و با صداهای خود نام او را تمجید نماییم. این از قربانی ما به درگاه خدا. هرگز مهربانی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر را از یاد نبرید، زیرا این گونه قربانی هاست که خدا را خوشنود می سازد. از رهبران خود اطاعت و پیروی کنید، زیرا آنان پاسداران جانهای شما هستند و در برابر خدا مسئولند. طوری رفتار کنید که آنها از خدمات خود راضی و خوشنود باشند و نه ناراحت، چون در آن صورت نفعی عاید شما نخواهد شد. برای ما دعا کنید. ما یقین داریم که برخلاف وجدان خود عمل نکرده ایم، بلکه همیشه آنچه را درست است به جا می آوریم. مخصوصاً از شما تقاضا می نماییم که دعا کنید تا خدا مرا هرچه زودتر نزد شما برگرداند. خدا که منبع آرامش است، خداوند ما عیسی مسیح را که شبان بزرگ گوسفندان است پس از مرگ زنده کرد و خون او پیمان ابدی را تایید کرد. همان خدا شما را در همه کارهای نیک کاملا مجهز گرداند تا اراده او را به عمل آورید و آنچه که او را خوشنود می سازد به وسیله عیسی مسیح در ما به انجام برساند. شکوه و جلال تا به ابد از آن مسیح است. آمین. ای برادران، تقاضا می کنم به این پیام دلگرم کننده با صبر و حوصله گوش دهید، زیرا این را به طور مختصر برای شما نوشتم. می خواهم بدانید که برادر ما تیموتائوس از زندان آزاد شده است. اگر به زودی به اینجا بیاید، ما با هم به دیدن شما می آییم. سلام ما را به تمام رهبران و به تمام مقدسین برسانید. ایمانداران در ایتالیا به شما سلام می فرستند. فیض خدا با همه شما باشد.